محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت همراه ماست. آقای تجلی مهر، نقش تکنولوژی در کنترل بیماری کرونا در جهان چقدر میتونه مؤثر باشه؟ این میتونه مؤثر باشه، ولی به هر حال ما انتظار 100% هم نباید داشته باشیم، چون تکنولوژی به هر حال بسته به مورد استفاده میتونه تا یه حدی مؤثر باشه، میتونه نباشه، میتونه کاملا مؤثر باشه، بسته به مورد در واقع استفاده داره. در این مورد مشخص، خب من فکر میکنم هدف همه کسایی که این اپلیکیشن ها رو طراحی کردن هدف در واقع مثبتی بوده و خواستشون این بوده که بتونن یه ارزیابی داشته باشن که کسایی که پاسخ مثبت یا منفی میدن به اینکه کرونا دارن یا نه، اینها رو ما حدودا بتونیم موقعیت جغرافیشون رو شناسایی کنیم، ببینیم اولا چند نفر اصلا چجوری پخش شده، اینها نکات مثبت چون دارم میگم. بعد و در این حال اینجوری هم که من دیدم در بعضی جاها حتی به کسایی که بیماری ندارن مثلا میتونن اختار بدن که مثلا در منطقه شما 15 نفر هستن یا الان مثلا در 5 بیتی شما 5 نفر هست. اینها میتونن بله بفرمایید. چون یه تیکه از صحبتتون اشاره کردین که این میتونه مؤثر باشه، اما خیلی بحث در موردش وجود داره که این نقص حریم خصوصی افراده، میخوام نگاه شما رو در مورد این بدونم. بله، به همین هم خواستم اتفاقا بپردازم. ببینید مسئله خب حریم خصوصی افراد تا اونجایی قابل پذیرش و قابل احترام هست که به در واقع منافع عمومی لازم می‌نزنه. این یک برای یک مسئله است که در چارچوب اندیشه دموکراسی مطرح است. در حال آزادی افراد، آزادی فردی تا اون حدی است که به آزادی عمومی و به عموم لطمه نزنه. خب حالا این میتونه جورای متفاوتی ازش برداشت بشه. در به هر حال در کشورهایی که دموکراسی حاکمه، در اروپا، در آمریکا، خب این یک نوع درگیری به وجود میاد اینجا. و در این مورد اتفاقا صحبت های زیادی هم شده، در رابطه با همین که فرض کنید در آلمان الان خب ما اجازه خروج از خونه رو فقط تحت شرایط خیلی خیلی خاصی داریم. خب این بحث مطرح هست که خب شما که نمیتونید آزادی پایه افراد رو نقض کنید. جواب این هست که چرا میشه، وقتی که به آزادی جمع لطمه بزنه، وقتی به جامعه لطمه بزنه، این آزادی هایی هم که آزادی پایه هستن میتونن محدود بشن. تو این چارچوب میشه این بحث رو کرد. حالا در جاهایی مثل چین که یا در ایران که در واقع چین به خصوص، چین فکر کنم مثال بهتری است که آزادی فردی تقریبا میشه گفت مورد احترام نیست. یعنی حکومت در هر زمینه که بخواد میتونه تعرض بکنه به حقوق شهروندان و این کار داره میکنه و اونجا هم خب بس حالا به فرهنگ اونجا و مناسبات اونجا انجام میشه، ولی این در اروپا به اون شکلی که اونجا انجام میدن قابل اجرا نیست. خب این موضوعی هستش که خیلی از کاربرها و کسانی که به هر حال این اپلیکیشن‌ها رو می‌بینن در کشورهای مختلف مثل اسرائیل، مثل چین و حالا هم که در اروپا این اتفاق افتاده، به نظر شما این میتونه بدعتی باشه برای اینکه دولت‌ها بتونن در زندگی خصوصی افراد یا حریم خصوصی اونها بیش از پیش وارد بشن؟ بله میتونه. این میتونه در خیلی جاها ببینید، خب اتفاقا مسئله این که همین واسه گفتم که این یک درگیری هست بین مسئله حریم خصوصی افراد و منافع عمومی. خب این میتونه بسته به هر کشوری، به قوانینی که اون کشور وجود داره، میتونه به این یا اون شکل تفسیر بشه. مثلا فرض کنید در جای مصر اسرائیل که اونها خب قوانینی دارن ویژه کشور خودشون، مسئله دارن که برای با همسایه‌هاشون درگیری که دارن با فلسطین ها، یه سری آزادی فردی اونجا محدودتر است و یه خیلی سریعتر نقض میشه از سوی دولت. خب در اروپای غربی و کلا در اروپا اگر بخوان این کارو بکنن، خب یه مقدار بیشتر این قضیه سخت‌تر خواهد بود. و تو اون چارچوب یعنی باید به قوانین ملی هم نگاه کرد در هر کشوری کاربرد این اپلیکیشن ها و اینکه حالا تا چه حد تعرض میکنه، باید در چارچوب قوانین ملی اون کشورها بهشون نگاه کرد. حالا مسئله دیگه که اتفاقا اهمیت داره این هستش که این اپلیکیشن ها واقعا اونجور دقیق هم نیستن. یعنی ببینید خطای استفاده جی پی اس خطای تکنیکی 5 متری داره، یعنی شوهای 5 متر ممکنه خطا داشته باشه. خب اگر من از یه خیابونی رد شم و 4 نفر از کنارم رد شن، اینجا گفتن خب تا فاصله 2 متری میتونید اگر هم رد شید موردی هم نیست در با کرونا، ولی خب این باعث خطای این اپلیکیشن ها میشه که دقیق نخواهد. محمود تجلی مهر بود، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت.